همونطور که میبینی مربای ما به جوش اومد. اگه میخواین یه مربای شفاف و خوش رنگ داشته باشین، سعی کنین این کفای روی مرباهاتون رو همه رو جمع کنین، نذارین که بمونه. به این شکل همه کفا رو جمع میکنیم تا یه مربای شفاف و خوش رنگ داشته باشیم. اونقدر باید بجوشه که شهدمون به قوام بیاد و تمشکامون پخته بشه. خالصی ما هستم، به پیج آشپزی من خوش اومدی. ما هنوزم تو کلاردش هستیم، قرار امروزم با مربای تمشک در خدمتتون باشیم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم، البته بازم در کنار الهه خانم. این تمشک ما اول تمشک آماده کردیم، شستیم، بعد شکرم به اندازه‌ای که تمش داریم شکر یکم بیشتر باید باشه، چون مثلا اگر یک کیلو تمش داشته باشیم یک کیلو هم شکر میخواییم. در ضمن این تمشگاه مال باغ خود الهه خانم ایناست. اگه میشه یه مقدار نزدیک بگیرین که ببینم، چون یکم ترشه، به خاطر این چون شکرش بیشتر مقدارش بیشتر باید میریزیم تو تمش، شکر میریزیم تو تمش، میریزیم تو قابلمه، میذاریم تو یخچال یه چند ساعت میمونه که بعد چی بشه؟ آب بیفته. بله. یعنی این که تمشکا رو لابلا با شکر بله. میریزیم، بعد حدود 2-3 ساعت میذاریم تا توی یخچال بمونه تا آب بندازه، بعد بذاریم روی گاز بجوشه. بله. پس قابلمه رو میاریم این کار رو انجام میدیم. شما تمشکو بریزیم، قاشق بیارین که چون الان فصل تمش گذشت، ما گذاشتیم تو فریزر، الان در اومده. چون فصل تمش زود قرار بود تموم شده، به خاطر این زودتر چیدن و توی فریزر فریز کرده بودن و الان میخوان مربا درست کنن. تو فصلش گذشت دیگه، الان نداره تو با. خب شکرم که ریختیم دیگه درش رو میذاریم، میذاریم به مدت 2-3 ساعت توی یخچال بمونه و آب بندازه، بعد رو شعله گاز قرار میدیم تا بپزه. ما حدوداً 5 ساعت اجازه دادیم که شکرمون با تمشکامون توی یخچال استراحت کنه و اینجوری آب بندازه. الان رو شعله گاز گذاشتم، وقتی جوشید دیگه شعله رو کم میکنم تا مربامون بپزه و جا بیفته. همونطور که میبینیم مربای ما به جوش اومد. اگه میخواین یه مربای شفاف و خوش رنگ داشته باشین، سعی کنین این کفای روی مرباهاتون رو همه رو جمع کنین، نذارین که بمونه. به این شکل همه کفا رو جمع میکنیم تا یه مربای شفاف و خوش رنگ داشته باشیم. اونقدر باید بجوشه که شهدمون به قوام بیاد و تمشکامون پخته بشه. میبینی من تمام کف مربا رو گرفتم، مربامون خیلی شفاف و خیلی خوش رنگ شده. دیگه تقریبا یه رو تا 20 دقیقه دیگه هم بجوشه، مربامون آماده است. هم اگه دوست داشتین میتونین کفا رو جمع کنین، دوستم نداشتین جمع نکنین، ولی بهتره که جمع کنین تا یه مربای خوش رنگ و براقی داشته باشین. همونطور که میبینیم مربای ما همینجوری داره به جوش میاد. من یه مقدار از مربا رو ریختم توی نلبکی و با انگشتم به این حالت امتحان کردم که مقدار چسبندگی پیدا کرد. وقتی این چسبندگی ایجاد میشه یعنی مربای ما آماده است. دیگه میتونیم زیر شعله گاز رو خاموش کنیم و بذاریم حسابی سرد بشه. بعد از اینکه سرد شد میتونیم تو شیشه های مورد نظرمون بریزیم و بذاریم توی یخچال. اینم از مربای تمشک امروز ما.
دوستان، من مربام بعد از اینکه پختش خاموش کردم شعله گاز و 12 ساعت زمان دادم، مربامو کاملا سرد شد و توی ظرف مورد نظر ریختم. این آخرین برنامه ما از کلاردش بود. امیدوارم پسندیده باشین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک گذاری رو فراموش نکنین. تا برنامه بعد و آموزشی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون. خب